از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه و حتی ازش خواستن که این کار بکنه بعد از اینکه من بودم بنابراین بله استاد محمد شهرزی من بود ولی وقتی لباس در بود دیگه تنش نکرد و تا آخرین لحظه با کراوات بود و من اینجا میخوام تأکید کنم سپاسگزاری بکنم جان منو استاد محمد تقی شریعتی نجات داد چون من 30 خرداد 60 مخفی شدم و ایشون منو پناه داد در تهران یه خونه داشت مخصوص من اومد تهران این مقطع اونجا بود تا بعد خانمشون فوت کرد اومد بود استاد محمد تقی شریعتی واقعا انسان فرهیخته بود و بدون ریا بدون نیرنگ بدون فریب بدون عوام فریبی و علی شریعتی این پس آقای میبود مال خارج مال بیگانه است یه نکته که بسیار مهمه من روز اولی که وارد پاریس شدم فرزند دکتر شریعتی احسان اومد دنبال منو از چمدون من گذاشت تو ماشین و من برد خونش ایشون پاریس زندگی میکرد بله بله سال 83 البته ما بهتون میگم ما با هم از کشور خارج شدیم با لبنان اونجا دانشکده بیروت واسادم درس ثبت نام کردم چیز کردم کار کردم چه سالی بودی سال 82 82 یعنی درست برام 22 سال پیش 82 23 سال میشه تقریبا احسان اومد پاریس بعد از یک مدتی این آقای رفیق دوست و یک تیمی اومدن اونجا و برای من درگیری ایجاد کردن و برای که محتشمی اومد اونجا سفیر شد در سوریه و غیره امنیت من در اونجا به خطر افتاد چه اختلافتون سر چی بود؟ خب به هر حال اینا سپاه پاسداران بودن و اینها دیگه رفیق دوست اگه یادتون باشه اینا اومدن اون موقع جریان لبنان شد حمله اسرائیل خمینی یک سری نیرو سپاهی فرستاد اینا وقتی اومدن اونجا دیگه امنیت ما به هم خورد در لبنان و اینا من مجبور شدم اونجا ترک کنم تنها بودید یا کسان دیگری با شما بودن نه ما از ایران که خارج شدیم من با احسان با هم خارج شدیم با احسان بله با احسان کجا رفتی چه مسیری ما اون موقع با مدارک جعلی که درست کردیم پرواز کردیم رفتیم دمشق از دمشق رفتیم بیروت بودیم بعد یک هفته 10 روز احسان گفت من ترجیح میدم برم به پاریس اومد به پاریس و من در بیروت موندم چون موقع ما فهم کردیم که الان ما یه سال دو سال درس بخونیم اینجا فرد آخوندا میگفتن میره دیگه یادتون میشه سال 60 اینا بود دیگه ما وایساد اونجا تا اون که بعدن وقتی که سپاه پاسداران اومد در منطقه که احسان وقتی که من رسیدم من زبان فرانسه نمیدونستم چون انگلیسی خب به هر حال مدرسه خوندیم نه زبان فرانسه نمیدونستم وقتی وارد پاریس شدیم شما میدون آدم سعی میکنه زبون یاد بگیره مثل اینکه وقتی چیز شد زبان عربی یاد گرفته بودم اونجا گفتم من هیچ چیزا رو میخوندم از جمله روی سکه های فرانسوی که شما پاریس داشتین میدونین روی سکه های فرانسوی دیدم جدا از این که نوشته مثلا 10 سانتیم 20 سانتیم یه فرانک دو فرانک یک سه تا کلمه دورش نوشته خوندم دیدم نوشته لیبرت اگالیت فراترنیته آزادی برابری برادری گفتم احسان چی آزادی برام گفت آره حالا جوان 21 ساله من همونجا یهو تمام این جهانی که شریعتی برام ساخته بود فرو ریخت سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می‌شود این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهان تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید. سالنامه‌های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهان تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند. اما چرا تاریخ غارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ مهربان یاران از روز شمار 7000 ساله و پر افتخار خود بهره ببرید. جدید شهر فرنگ پاریس را به خاطر بسپارید.